امروز پنجشنبه، ببخشید امروز چهارشنبه یا پنجم اکتبر مصادف است با روز جهانی معلم. امروز امسال در سایه مسدود باقی ماندن مکاتب متوسطه و لیسه دخترانه و وقوع حمله بر مرکز آموزشی کاج، اهمیت آموزش در افغانستان برجسته تر می سازد. حکومت طالبان امروز گفته است که در حال حاضر 274,000 معلم و شمول 90,000 معلم زن مصروف تدریس و دانش آموزان در افغانستانند. بر اساس برخی گزارش ها مسدود ماندن مکاتب متوسطه و لیسه دخترانه منجر به بیکاری برخی از معلمین به ویژه معلمین زن شد. برای بحث بیشتر روی این موضوع خانم نیرا صدیقی، معلم سابق در مکتب لامه شهید را از طریق اسکایپ از کابل با خود داریم. خانم صدیقی سلام، ممنون از اینکه وقت خود را در اختیار برنامه گذاشتین. شما چند قبل مجبور به ترک وظیفه خود من حیث معلم شدین، چی باعث شد که وظیفه خود را ترک کنین؟ بخیرم نخواست به نام خداوند بخشنده و مهربان. نیرا صدیقی هستم، یکن از فعالان موضوع باور به حقوق مساوی و همچنان چند سال قبل ما خودم تجربه کاری و تدریس در مکاتب مختلف دولتی داشتیم و بعد از او بنابر مشکلاتی که در اوقات ایجاد شده در وقتی که مسئله تحکیم بودم بیشتر یعنی در صدر از این بودم که باید از این تحصیلات خود بسرمی کنه و مستقی به پایان برسیم، ولی متاسفانه شرایط امو نظام جمهوری هم مفاید نبود، ولی از آنجایی که من خود یک شخص گوشا دریافت کردم خواستم که یعنی یک فرد اجتماعی باشم و بخاطر اجتماعی بودن نیاز داشتم که در اجتماع با مردم بیشتر سر و کار داشته باشم. انتخاب کردم که باید از که سرل معلومی را پیش بگیرم و در چند سال در مکاتب مختلف البته از این جمعه که لیسه دانشگاهی هستد لیسه تدریس میکردم و بالاخره چون وضعیت قسم شد که وقتی که تغییرات در اواخر ایجاد شد ما مجبور شدیم خانه نشین شویم و از آن جایی که نتونستم این وضعیت تحمل کنم و نتونستم خانه نشین باشم بیشتر روی خود کار کردم، بیشتر با خود فکر کردم که نه، هر قدر که مشکلات زیاد میشه ما باید از که تلاش خود بیشترتر و بیشترتر کنیم و تلاش کردم که در موسسات مختلف کار پیدا کنم و زیادتر فعال باشم در جامعه که بتونم از نظر خدمت حداقل در این زمان بتونم به مردم از نظر خدمت باشم. مشکلات عمده فرارای زنان معلم در افغانستان در حال حاضر چیست؟ آیا محیط برای کار معلم زن در افغانستان هم اکنون مساعد است یا خیر؟ خب وضعیت فعلی به باور ما یعنی برای ما غیر قابل باوره و خیلی متاثر کننده است. از اونجایی که ما شکر الحمدلله ما مسلمان هستیم و الحمدلله اسلام نسبت به فرهنگ های دیگر درباره علم و اهمیت علم من حیث یک فرهنگ غنی زیادتر پیام های فراوان را ارائه کرده، ولی متاسفانه اگر روی وضعیت فعلی معلمین بس کنیم، وضعیت فعلی معلم از آنچه که در رسانه ها واضح و مشخصه در نظام جمهوری هم چندان بهتر نبود. اگر واقعا روی واقعیت گپ بزنیم چندان بهتر نبود از نگاه امنیتی، از نگاه اقتصادی، ولی چی برسه به فعلا که در چنین نظامی که مکتب ها بسته است و دخترها حق اجازه به رفتن به مکتب ندارن و معلمین مشکلات اقتصادی دارن و حتی به علم اونها به عنوان یک حق انسانی حتی حساب هم نمی کنن. ولی با آن هم اگر ما روی مشکلات معلمین گردیم یعنی انگشت شمار بگوییم که مشکلات معلمین کدام است، میتونیم کتاب ها نوشته کنیم، ولی با آن هم مشکلات اساسیشان اول خود اقتصادی است. همین ماش معلمین است که ماش ناچیزشان است. یک معلم اگر از نگاه اقتصادی نتونه که یعنی روح خود آرام بسازه و از نگاه اقتصادی نتونه که فامیل خود، اولاد خود ضروریاتش تامین کنه، او هیچ وقت نمیتونه اونمو شوق و علاقه اشتیاقی که بر تدریس که در وجود خود داره او را در صنف و بالاخره به شاگرد منتقل بسازم. و دوم نکته میتونیم همین وضعیت روحی، مشکلات روحی و روانی یک معلم در نظر بگیریم. یک معلم از خانه تا مسیر مکتب یعنی در این مسیر چی مشکلات را متحمل میشه این فقط خود یک معلمه، البته معلمه که در افغانستان فقط او خودش میدانه که چی مشکلات را متحمل میشه. مشکلات امنیتی
ممنون و سپاس از شما خانم صدیقی که روی جزئیات دشواری‌های معلمین زن در افغانستان برای بیننده ها معلومات دادن. سپاس از وقتتان. موفق باشین. تشکر. تشکر از شما.